29 آذر سال روز رحلت حضرت آیت الله منتظریه، مرجعی که نقش بسزایی در تغییر و تحولات تاریخ معاصر ایران داشته. نظر شما رو میخوایم در مورد نقش ایشون در تاریخ معاصر ایران بدونیم. بله، زندیات مرحوم آیت الله عظما منتظری بیگمان یکی از شخصیت‌های سیاسی دینی معاصر ایرانه. با توجه به اینکه ایشون عمر تقریبا طولانی داشت و همینطور در این چند دهه عمرش در ارتباط با تغییرات و تحولات مهم سیاسی دینی اجتماعی ایران قرار گرفته، نقش ایشون در مقاطع مختلف متفاوته. از سال 1341 که نهضت روحانیت شروع شد، ایشون به عنوان یک مدرس عالی مقام حوزه به نهضت روحانیت پیوست و از مدافعان آیت الله خمینی شد و در واقع از سال 41-42 تا دوره انقلاب ایشون شخصیت دوم روحانی انقلاب و مبارزه بود در مبارزه روحانیت. خب در اون دوران نقش بسیار برجسته و فائقه ای داشت. مبارزات سیاسی ایشون، زندان های پیاپی ایشون، تبعید های متناوب ایشون و در خود حوزه هم از نظر فقهی شاگردان زیادی داشت. خب در زمانی که در حوزه بود تدریس میکرد، از نظر مبارزاتی همینطور، از نظر حمایت از خانواده های زندانی های سیاسی باز هم وجه دیگری از مبارزات و نقش ایشون بوده. به هر حال در بسیج روحانیون، مراجع روحانیت، توده های مردم در حمایت از آیت الله خمینی، به هر حال در عرصه‌های مختلف فعالیت های گسترده ایشون داشت تا مقطع انقلاب. خب در این دوره به عنوان یک روحانی درجه اول مبارز و انقلابی نقش داشت. بعد از انقلاب باز در دهه اول، در اون چند سال اول بعد از انقلاب نقشی مهمی داشت، منتها نقشش دیگه متفاوت بود. این بار نقش ایشون در تثبیت جمهوری اسلامی، در استقرار نظام جدید برآمده از انقلاب نقش بسیار مهمی بود. در مجلس خبرگان، خب ایشون رئیس مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی بود که بعدها معروف شد به مجلس خبرگان قانون اساسی، و همینطور در حوزه تدریسی که شروع کرد، شاگردان فراوانی که داشت، از جمله کتاب مهم دراسات فی ولایت فقیه رو در نظریه پردازی در باب ولایت فقیه ایشون این اثر رو به وجود آورد و به هر حال در استحکام و در استقرار نظام جمهوری اسلامی هم در اوایل انقلاب نقش داشت. اما بعد از چند سال، از سالهای 62-63 به بعد، به تدریج ایشون نقش سومی رو هم برای خودش رقم زد. اگر اون نقش اول رو بگیم نقش مبارزه علیه رژیم استبدادی و نقش دوم در استحکام رژیم جدید جمهوری اسلامی و تثبیت نظام ولایت فقیه، ولی نقش سوم ایشون دیگه نمیشه سال و روز تعیین کرد، ولی تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه از همون سالهای 62-63 به بعد این نقش آروم آروم شروع شد و یک چهره و سیمای جدیدی از ایشون نشون داد و اون سیما هم سیمای نقد و انتقادی نظام جدید جمهوری اسلامی بود. هرچند ایشون بالاخره هنوز هم روحانیون درجه اول بود، شخصیت دوم نظام بود و حتی در همون سالهای 60-64، فکر کنم سال 64 بود که ایشون به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب شد، ولی با همه این حرفها از قدرت، ضمن اینکه عنوان رسمی قدرت داشت، قائم مقام رهبری بود، اما عملا با رویکردهای انتقادیش از قدرت فاصله گرفت و آمد به عنوان منتقد جمهوری اسلامی و این نقش را هم تا همین سالهای آخر حفظ کرد و این نقش انتقادی ایشون در آگاه کردن مردم، در نشان دادن نقطه ضعف‌های جمهوری اسلامی، در جنایاتی که در جمهوری اسلامی رخ داد، در زندان‌ها به خصوص، زندان‌ها، شکنجه‌ها، اعدام‌ها، در این دوران در واقع نقش آقای منتظری نقش بسیار یگانه است. هیچ نیرویی از سال 62-63 به بعد تا همین اواخر به اندازه آقای منتظری در افشاگری علیه جنایاتی که در ایران رخ داده واقعا به اندازه ایشون نقشی نداشته. و با توجه به اینکه ایشون یک روحانی بود، روحانی عالی مقام بود، تا چند پیش قائم مقام رهبری بود که سرانجام در اواخر عمر آیت الله خمینی در سال 67، اصلا این آغاز سال 68
اصلا ایشون این منصب رو از دست داد به خاطر اینکه روی کرده انتقادی نسبت به این مسائل داشت، فاصله افتاد بین ایشون و آیت الله خمینی و به طور کلی با نظام و اون برخوردهای حزبی که نسبت به ایشون صورت گرفت. حزب ایشون در واقع عمدتاً به دلیل همین مواضع انتقادی ایشون بود. این نقش ایشون در این دوره نقش بسیار یگانه است و بسیار مهمه، تا میرسیم به این مقطع یک سال و نیم اخیر جنبش سبز که خب یک نقش کاملا باز جدیدی از ایشون ما میبینیم و سیمای تازه‌ای، و اون سیما هم البته حمایت جانانه و حمایت بسیار مهم و اثرگذاری که ایشون از جنبش سبز، رهبران جنبش سبز داشت. در این دوره شما میبینیم کسانی مثل موسوی و کروبی و امثال اینها که قبلا فاصله داشتن با آیت الله منتظری دوباره باز به ایشون نزدیک شدن قبل از فوت ایشون، بعد از فوت ایشون هم که همچنان که دیدیم در تشکیل تازه شرکت کردن، و بخشی از نظام که هنوز همچنان هم هنوز حتی تا این لحظه خودشو در نظام تعریف میکنه با آقای منتظری نزدیک شد، برای اینکه حقانیت مواضع آیت الله منتظری در طول این 30 سال گذشته برای اینها روشن شد و ایشون تا اونجا از جنبش سبز حمایت کرد که به حق نقش پدر معنوی جنبش سبز ایران رو به خودش اختصاص داد. اگه بخوام برگردیم عقب‌تر، در سال 76 ایشون سخنرانی مطرح کردم و برای اولین بار به صورت علنی در مورد جایگاه رهبری و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی اظهار نظری کردن که منجر به 6 سال حبس ایشون در خانه شد. با توجه به نظر ایشون و با توجه به اتفاقاتی که در انتخابات سال گذشته افتاد، بسیاری اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو چه از نظر جمهوریت و چه از نظر اسلامیت از دست داده. نظر شما در این مورد می‌خواستیم جویا بشیم. خب بله، این هم واقعا یک نقش بسیار مهمی بوده که در حمایت ایشون از جنبش سبز ظاهر شد و بسیار مهم بود. البته این حرف رو خب در گذشته هم زده بودن و اینکه جمهوری اسلامی اساسا مشروعیت داره نداره. حتی من یادم هست که ما خودمون که در مجلس اول بودیم مثلا سالهای 66-62 و خصوص بعد از حوادثی که سال 60 اتفاق افتاد، این فراکسیون 10-12 نفره ای که ما جزء اقلیت های مجلس بودیم، البته توی جلسات هفتگی که ما خودمون داشتیم در اون زمان ما بحث میکردیم که آیا این جمهوری اسلامی هنوزم مشروعیت داره یا نداره. بنابراین این بحث خیلی گذشته و بحث دیرینه ای بود. حالا نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج و چپ و راست و دیگران خب مفصل بحث کرده بودن، ولی در حیطه همین بحث به اصطلاح داخلی، حتی در بحث روحانیون هم این بحثا کم بیش مطرح بود. خود من یادم هست که من سال زمستان 83 که از زندان آزاد شدم، در بهار 84 به مناسبت انتخابات خبرنگاران که آمده بودن در داخل، در ایران آمده بودن، خبرنگار کانال 3 تلویزیون فرانسه با من مصاحبه ای کرد و اونجا از من پرسید که شما چه انتقادی به جمهوری اسلامی دارید؟ گفتم خیلی انتقاد ما خیلی ساده است، نظر ما خیلی نظر انتقادی ما خیلی روشنه، برای اینکه بنده معتقد هستم که این نظام نه جمهوریه نه اسلامیه. اون خبرنگار با تعجب پرسید که خب شما این که میگید نظام جمهوری نیست میفهمم، چرا میگید جمهوری نیست ولی چرا اسلامی نیست؟ گفتم برای اینکه این نظامی که میگه من جمهوری، من اسلامی هستم و نظام فقهی هستم، حتی به همین فقه هم عمل نمیکنه. بعد یه 3-4 تا نمونه براش آوردم. بنابراین این رو برای این گفتم که این تعابیر، این مطالب قبلا هم گفته شده بود، ولی خب معلومه گفتن بنده کجا، گفتن شخصیت مثل آیت الله منتظری کجا. آیت الله منتظری با اون انتقادایی که از قبل کرده بود، به خصوص از سال 67 بعد از اون اعدام‌های دست جمعی جنایت آمیز زندانیان سیاسی در سال 67، خب عملاً مشروعیت نظام رو به چالش کشیده بود، عملاً مشروعیت مذهبی نظام رو واقعاً زیر سوال برده بود. ولی بعد از اون سخنرانی که شما بهش اشاره کردید، سخنرانی معروف 13 رجب ایشون در مورد شخص آقای خامنه‌ای رهبر بعد از فوت آیت الله خمینی، خب بازم اونجا هم می‌بینیم که صلاحیت ایشون رو به لحاظ مرجعیت زیر سوال می‌بره، به لحاظ مدیریت زیر سوال می‌بره. خب اینا به تدریج مشروعیت زدایی از نظام کرد. ولی دیگه اوج این نقش آقای منتظری پاسخ ایشون بود به آقای کدیور که پرسید راجع به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، که ایشون اونجا مفصل بحث کرد و عملاً بالاخره ولی فقیه فعلی رو به عنوان ولی جایر قلمداد کرد و به هر حال ایشون مدعی شد که نظام جمهوری اسلامی دیگه اون مشروعیت دینی رو نداره. البته همینجا باید اضافه بکنم که مشروعیت از دو منظر میتونه مطرح باشه، یک بار از منظر حقوق جدید
که همون برمیگرده به جمهوریت، یک بار مشروعیت از منظر دینی و مشروعیت از نظر جمهوری خواهی و دموکراسی امثال اینا، همجوری گفتم در طول این 30 سال زیاد دربارش گفته شده و شاید عملا هم اون نوع مشروعیت تا حدود زیادی مخدوش شده بودی از بین رفته بود. آیا اصلا برای مهم منظور مشروعیت مذهبی شاید مورد سوالتون باشه، در حیطه بحث مشروعیت دینی و مذهبی آیت الله منتظری با تکیه بر مبانی فقهی و قواعد فقهی در اونجا ادعا کرد که این نظام فعلی با توجه به اینکه به این قواعد عمل نمی‌کنه، بنابراین دیگه مشروعیت دینیش تقریبا عملا منتفی است. از این نظر یک نقش بسیار برجسته‌ای داشت با توجه به پایگاه فقهی و مرجعیتش. ایشون بعد از فوتشون هم بی اثر نبودن در جنبش دموکراسی خواهی ایران و اتفاقاتی که بعد از فوت ایشون افتاد در ایران اتفاقا شاید ضربه مهلکی به تمامیت خواهان و اقتدارگرایان در ایران بود. شما دوران پس از آیت الله منتظری رو در ایران به خصوص برای دگراندیشان دینی، برای فعالین اصلاح طلب چگونه ارزیابی میکنید؟ میگن ما در تعبیر مذهبیمون، در اندیشه مذهبیمون، در ادبیات مذهبیمون یه تعبیری داریم، میگیم مردان حق، مردان خدا زنده و مردشون خیره و برکته. و در مورد آقای منتظری واقعیت هم همینه. ایشون گفت که اولوون فل حیاتی و فل مماتی، میگن وقتی که جنازه میرزا رضای کرمانی رو بر بالای دار به سید جمال الدین اسدآبادی که در اون زمان در استانبول بود نشون دادن، نگاهی کرد و بعد همین شعر معروف رو خوند، گفت که اولوون فل حیاتی، به شعر عربی البته یه مصرعش اینه، میگه اولوون فل حیاتی و فل مماتی، اشاره کرد به جنازه میرزا رضای کرمانی بر بالای دار، گفت که همون جوری که در دنیا بر بلندی ایستاده بودی، بعد از مرگم بر بلندی ایستاده ای. حالا آقای منتظری واقعیتش اینه که همون جوری که حیات ایشون منشأ برکت بود برای آگاهی جامعه، بیداری جامعه، کمک به جنبش آزادی خواهی ملت ایران در نقد حاکمیت و استبداد دینی حاکم بر ایران برکت بود، مرگ ایشون هم اتفاقا در زمان اتفاق افتاد که جنبش سبز در اوج بود و اگر 2 سال جلوتر اتفاق می افتاد خب چنین استقبالی نمی شد، چنین تشییع جنازی عظیم ازش نمی شد. نه به دلیل اینکه ایشون در اون زمان به اندازه الان محبوبیت نداشت، نه، اصلا فضا اجازه نمی داد و این بسیج عمومی وجود نداشت، این حرکت جنبش عمومی وجود نداشت. در زمانی را که جنبش در حرکت بود، در خیابون ها بودن، خب این تشییع جنازه ای نمیدونم 500 هزار نفر، 1 میلیون نفر، نمیدونم، بالاخره یک جمعیت عظیمی در تشییع جنازه ایشون آمدن و خود این نشون دهنده این بود که این جامعه و این مردم نقدهای 2 دهه بیش از 2 دهه ایشون رو پذیرفتن و آگاه شدن و به هر حال توجه دارن به نقش سازنده و آگاهی بخش و حمایتی ایشون در گذشته. از این نظر خب بعد از مرگ ایشون هم، مرگ ایشون خیلی کمک کرد به جنبش سبز و تقویت کرد و حاکمیت رو هم با اون تشییع جنازه به هراس انداخت و اون برخوردهایی که کردن و به نظر من از اون زمان به بعد، یعنی بعد از اون بحث ولی جائر، حکومت فعلی خیلی تلاش کرد که به نوعی مشروعیت خودش رو تثبیت بکنه و یه جوری ترمیم بکنه و به نظر من این سفر اخیر آقای خامنه‌ای هم به قم و به نوعی ترمیم همون ضربه ای بوده که بر این نظام وارد آمده بود. بهترین دلیل این مسئله همینه که ایشون در قم صحبت که به اصطلاح کرد و در چند بار تا حدی که من البته متوجه شدم در چند جا در سخنرانی های خودش با آقای منتظری اشاره کرد، سعی میکرد که به نوعی بهشون جواب بده و میخواست که به نوعی در واقع اون ضربه ای که خورده، گذری ضربتی نوش کن، خواست که به یه نوعی پاسخ بده، وگرنه دلیلی نداشت که از یک مرجع تقلیدی که فوت کرده، یه سال تقریبا از فوتش گذشته و معمولا ما تو طبق ادب سنتی مذهبی خودمون بگیم که بالاخره از مردگان باید به خیر یاد کرد، اونم از یه مرجع تقلیدی که خود آقای خامنه‌ای در پیام فوتیشون ایشون رو مرجع تقلید به اصطلاح فقیه متبحر دانست و ازشون تجلیل کرده بود، بنابراین دلیلی نداشت که بیاد اونجا و اشاره کنه به ایشون یا به نوعی به ایشون پاسخ بده، کسی که زنده نیست در اینا داره بهشون پاسخ میده. به نظر من این باستاب اون ضربه‌ای بوده که در اون زمان وجود آمد. با همه این حرفا من باید
به این نکته تأسف آور هم اشاره بکنم که باید بگم دریغ که فوت آیت الله منتظری زمان اتفاق افتاد که بیش از هر زمانی ملت ایران و جنبش مدنی ایران به وجود ایشان احتیاج داشت. و من در همون زمان هم در یک سخنرانی در آمریکا بودم، در بزرگداشت آیت الله منتظری، در اونجا گفتم که همون گونه که آیت الله طالقانی زمانی از دست ملت ایران رفت که ملت ایران بیش از هر زمان به وجود ایشان احتیاج داشت، آیت الله منتظری هم درست در زمانی از دنیا رفت که ملت ایران بیش از همه به حمایت ایشان احتیاج داشت، چون مقام و موقعیت و شخصیتی که ایشون داشت، نفوذ کلامی که ایشون داشت، خب خیلی میتوانست که مؤثر واقع بشه بیش از اون چی که به اصطلاح در گذشته بوده. ولی خب دریغ در این فرصت از دست رفت. ولی با همه این حرفا، افکار ایشون، اندیشه های ایشون، میراث فقهی ایشون، میراث سیاسی ایشون، نقد های جانانی ایشون که از منظر دینی، فقهی، سیاسی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده، همه اینها میراث بسیار ارزشمندی است و میتواند دستمایه جنبش مدنی و آزادی خواهی و دموکراسی خواهی جدید ملت ایران قرار بگیرد.